همکارم الهام یزدی ها اینجا در استودیو همراه ماست و بیشتر در همین رابطه ما بگه. الهام، دقیقاً چه جزئیاتی از این خبر پیروزی میدونیم و به طور کل ایران چه سابقه ای داشته در المپیک در رابطه با رشته تیراندازی؟ فرهناز، تیراندازی از جمله رشته‌هایی که سابقه زیادی در حضور در شرکت در المپیک داشته. اولین حضورش برمیگرده به سال 1948 المپیک لندن. در این سالها حضور زنان در رشته تیراندازی پررنگ‌تر از مردان هم بوده و ما سابقه حضور در فینال المپیک لندن رو از سوی اله احمدی داشتیم که اله احمدی ششم شد. در ریو هم نجم خدمتی و اله احمدی بار دیگه به فینال رسیدن که اله احمدی با ششم شد و نجم خدمتی هم هشتم. اما سابقه نداشته که ما در رشته تپانچه به فینال المپیک رسیده باشیم، چه برسه به اینکه بخوایم مدال بگیریم. و در تمام این سالها این اولین مدالی که در رشته تیراندازی برای ایران به دست اومده. حالا اگه بخوام اشاره‌ای هم بکنم به خود جواد فروغی دو طلا در جام جهانی تیراندازی رو داشته در سال 2021 و همچنین برنز مسابقات قهرمانی آسیا رو در کارنامه خودش داره. اینطور که در بیوگرافیشون گفته شده از پرستاری بوده که همراه با نیروهای ایرانی در سوریه حضور داشته و به هر حال کاری که انجام داده تاریخ سازی بوده در ورزش ایران و به هر حال مدال تاریخی رو کسب کرد. ممنونم از توضیحات. الهام یزدی‌ها در استودیو همراه ما بودید.